اواسط سال 2013 شعبه دو دادگاه خانواده سن پترزبورگ، لنین کلای سابق، پترو محله اسبق برای اولین بار میزبان رئیس جمهور روسیه بود. طبق مکالمات منتشر شده توسط سازمان اطلاعاتی داغستان ماغستان، توی دادگاه پوتین به قاضی میگه من نمیدونم این زن چی میخواد آقا، من کار منو دارم، خونه منو دارم، ورزش منو میکنم، جودو بلدم، کونگ فو، بوکس، هاکی بلدم، هاکی کی بلده آقا؟ جینسینگ هم نخوردم، یه حتی یک بارم نخوردم آقا، 50 سال نخست وزیر و رئیس جمهور بودم فقط. همین پارسال 63% مردم به من رأی ندادن، کم 63%. قاضی از لودمیلا الکساندروها، همسر پوتین، دلیل درخواست طلاق رو میپرسه. لودمیلا میگه بعد از 30 سال زندگی فهمیدم این آقا، همین آقای محترم، همین از خدا بی خبر، با اون حوله کوچیکه توالت زیر بغلشو خوش میکنه، حوله‌ای که من صورتمو باهاش خوش میکنم. آخه ببینید وضع پوست منو. پوتین جواب میده آقا من که وقت ندارم، هر روز از سر کار میام برم دوش بگیرم، که همینجوری سر پایی آبی میزنم اینجا با همون حوله هم خوش میکنم دیگه آقا، با چه خوش کنم؟ این میخواد الکی دعواگیری کنه با من. آخه شلمن الکوی، جبان الکوی، بیا نز نکن میجن الکوی، رودخانه نشو آوتی تی کنه، دست به آوزندن مایی. باشه باشه، از اینجا به بعد مکالمات دادگاه رو سازمان اطلاعات داغستان ماغستان سال 2016 فروخت به شبکه من و تو. طبق این بخش از مکالمات منتشر شده توی دادگاه لودمیلا میگه نذار بگم میخوای بری فنلاندم بگیری ها، نگم که سویچ بمبت ما رو میذاری زیر اون دبه 4 لیتریه. بعد صدای پوتین شنیده میشه، زانتی سوکا بابا، آقای قاضی من از شما میپرسم امارت دو طبقه تولستوی رو بابای من از فهرست میراث ملی خارج کرد، آقا کی دو طبقه اضافه کرد بهش؟ اجاره داد به برگر کینگ و سوشی فروشی؟ همین خانم، بگم بازم بگم، خلاصه زن و شوهر فلکه رو باز میکنن روی هم، و قاضی هم میبینه حجم اطلاعات افشا شده اونقدر داره زیاد میشه که ممکنه به زودی خودش و فک و فامیلش توی خیابون یکی یکی برن زیر ماشین. برای همین سریع حکم طلاق صادر. 3 سال بعد از طلاقم یک بازرگان افسرده و خموده که قصد خودکشی داشته، از قرص برنج گرفته تا تظاهرات ضد پوتین امتحان کرده بود و نتیجه نگرفته بود، میاد با لودمیلا ازدواج میکنه. بعدم حال جفتشون خوب میشه و میرن یه ویلای محقر 7 میلیون دلاری تو جنوب فرانسه میخرن و خلاصه این داستان مام هپی اندینگ میشه و میره پی کارش.